جوونها به پول باباتون ننازید، به خوشگلیتونم نبالید، به تحصیلات دانشگاهتونم ننازید، تا خدا نخواد برگ از درخت ولا رتبن بخون ولا یابسن الا فی کتاب مبین. نگو من پسر فلانیم همه دلشون میخواد زن من بشن، عروس بابام بشن. اتفاقا کسایی که به مال پدرشون، به تیپ و خوشگلشون میبالند و مینازند، اینا بدترین زندگی رو خواهند داشت. پیغمبر خاتم فرمود والله بالله تالله قسم اگر کسی نیت شیطانی در امر ازدواج داشته باشد خیری از زندگیش نخواهد دید. قال رسول الله، پیغمبر صد قسم خورده که اگر یه کسی برای خوشگلی این دختر بره خواستگاری، پیغمبر میگه والله بالله تالله خیر از خوشگلی این دختر تو نخواهید دید. برای خدا برو ازدواج کن، برای جهیزیه نرو. من پدر خانومی و میخوام که مثلا مشهور باشه، تو بازار اعتبار داشته باشه، بازار اعتبار داشته باشه. پیغمبر فرمود والله بالله تالله تو از مال پدر زنت خیر نمیبینی. آقایون میدونید ازدواج چقدر حرمت داره؟ ازدواج مثل ما سه تا چیز داریم که اگه یه نخش، ببین یه نخ، یه نخ، یه نخ، یه نخش غصبی باشه، یه نخش مال غیر باشه، کل اعمال باطل. سه تا چیزه. یک، لباس احرام. اگه لباس احرام نجس بشه حج باطل نمیشه، اشکال نداره. فقط باید وقتی میخوای نماز بخونی باید لباس احرام چی باشه؟ پاک باشه. اما اگه یه نخ این لباس احرام دزدی باشه، یه نخش قسمی باشه، کل حج باطل. مال غیر توش بشه باطل. یکی هم کفنه، یکی هم ازدواج. ازدواج باید زلال 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 باشه، خوشگلی مطرح نشه، پول مطرح نشه، عنوان مطرح نشه. به نتیجه برسی این دختر میتونه کف به تو باشد، ایمان تو کامل کنه، به خوشبختی برسونده. میخواد جهیزیه داشته باشه، بگو. میخواد باباش تاجر باشه، میخواد حمال باشه، میخواد پول داشته باشن. اگه به اینجا رسی خیر میبینی. اما اگر کیسه بدوزید، پیغمبر سه تا قسم جلاله خورده، خیر نمیبینی.